برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. جامعه مسلمانان شیکاگوی امریکا می گویند افزایش حوادث نفرت پشت سر هم باعث ترس در میان ساکنان مسلمان در منطقه شیکاگو شده است. تهدیدهای متعدد در حومه جنوب غربی بریج‌ویو در این هفته ساکنان را دچار نگرانی کرد و مجبور به تعطیلی یک مدرسه روزانه اسلامی دخترانه در روز جمعه شد. آخرین تحقیقات روز جمعه 29 مهر در هاروی آغاز شد، جایی که گفته می شود مسلمانان در پارکینگ مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند. نامه های متعددی برای ساکنان بریج‌ویو توزیع شده که حاوی نامه های پستی نفرت انگیز بود که می گفتند همه مسلمانان باید بریج‌ویو را ترک کنند و مسلمانان باید بمیرند. سازمان جهانی بهداشت بیماری حاد تنفسی جان بیش از 2000 شهروند افغانستانی را گرفته است. سازمان جهانی بهداشت با نشر گزارش تازه می‌گوید که در کنار سایر بیماری‌ها، بیماری حاد تنفسی در سال جاری جان بیش از 2000 بیمار را در افغانستان گرفته است. بر اساس این گزارش که روز جمعه 28 مهر نشر شد، از اول ژانویه تا 14 ماه جاری میلادی 1,032,000 مورد بیماری حاد تنفسی در 34 استان افغانستان ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت گفته است که از این جمله 2,118 بیمار مبتلا به بیماری حاد تنفسی جان باختند.